شانسام داشته باشن که بخونم بفهمم که فردا روز میخوام چی کارشم. من که درس بخونم فردا نتونم کاری برای این کشور خودم بکنم. شناسنامه ندارم برای کشورم چی کاری میتونم بکنم بدون شناسنامه؟ کجا رو میتونم آباد کنم؟ کمیته امداد کمک کرده؟ نه. کمیته امداد میگن که پدر شناسنامه نداره، خودتون شناسنامه نداره، فقط یک مادرتون داره. اونم نمیتونه. فرستادی مزایدان گفتن هیچ چیزی نمیتونه. بدن امانت شده، من نمیدونم خرجم بدم. الان میگم کار مدرسه رو بکنم، بعد میگم ضرر میکنم. نمیدونم برم دنبال این که کار کنم، خرجم رو کی میده؟ کی به من خرجم رو میده؟ کسی رو ندارم. الان خرجتونم کجا میدونم؟ خرجمون دیگه این کمک میکنه، این کمک میکنه، یکی دیگه نمیتونیم خرجمون در بیاییم. اون کاری هم اگر من بتونم بکنم، نمیتونم. کاری امسال یعنی جای بوده، کاری بوده که به زور اون کار میتونستم بکنم. کار سخت بوده، به زور بوده. این ببینید این دستام اینجوری از اینجا تاور زده. نمیتونستم کار کنم. ولی گفتم پدرم پیر است، چند تا برادر دارم، براشون کار میکردم. من اصلا دیگه این جوری بودم که دیگه از خودم بیزاری میشدم. اینجور کار برام سخت بوده. ولی هنوز برای این کار میکردم. دیگه چی کار کنم؟ چند نفر دیگه مثل پرستم که این دوسته؟ اون آقا هسته، این آقا هسته. بزنیم آقا این بقیهشون اینجور شناسنامه ندارم. اینا هم همه شو اینجور فقیر هستم، چیزی ندارم. اینا هم شناسنامه ندارم؟ نه. یعنی یارانه هم نمیگیدم؟ نه، یارانه هم نمیگیدم. کجا بود؟ اون پسر میبینی؟ اینقدر استعداد داره، اینقدر استعداد داره برای درس خوندن و شناسنامه نداره. همشون است. مدرسه میره همینجوری، معلم برای ثواب میذاره. همشون همینجوری هستن. با درود به همیهنان گرامی در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم، مهندس طراح ماشین مبارزه. به 15 برنامه تلویزیونی ماشین مبارزه SOS ایران خوش آمدید. این برنامه هر آدینه به طور زنده از شبکه جهانی پارس و همچنین به طور زنده از کانال یوتیوب SOS ایران، رادیو نارمک و چند کانال اینستاگرام پخش میشه که در پوسترهای هفتگی تبلیغ این برنامه میبینید. این برنامه رو که دیدیم یکی از هزاران اگر نه میلیون ها درنامه هایی هست از مردم ایران که بعد از این 43-44 سالی که جمهوری اسلامی حکومت کرده بر مردم ایران، ببینید که چه بدبختی هایی رو آغاز کرده، به دادشون نرسیده. از جمله این بچه هایی که شنیدید به شناسنامه ندارن، بتونن که از مزایای یک شهروندی که کمترینش اینه که شناسنامه داشته باشی استفاده بکنن. ماشین مبارزه کارزاری است که درست شده برای کمک به ایران ایرانی، فقط با یک هدف و اون آزادی ایران، براندازی رژیم جمهوری اسلامی با بدون خشونت از طریق نافرمانی مدنی ولی با حق دفاع از خود و برنامه ریزی برای حداقل 100 روز نخست پس از فروپاشی رژیم. در برنامه امروز نوید بدم که با 8 از مبارزانی که بعضی ها از 20 سال پیش شماره SOS و مبارزشون رو گرفته بودن و بعضی هم همین چند روز گذشته، اینها عزیزانی هستن که در این 2-3 سال گذشته و یا حتی 20 سال قبل کمک کردن بدون اینکه چشمداشی داشته باشن، بدون اینکه لزوماً بخوان که سازمان و حزبشون رو جستشو بیارن یا پوز اونو بدن. و بعضی از این دوستان منفردی کار میکنن، بعضی ها در سازمان و حزب دیگری کار میکنن، ولی در SOS ایران جز پیشگامانی بودن که ازشون درخواست کردیم اگر مایلن با مسئولیت فردی بیان ثبت نام بکنن، شماره SOSشون رو بگیرن و در این کارزاری که شروع شده که هر ایرانی
و یا حتی غیر ایرانی، ولی حالا فقط بگیم ایرانی ها. از هر جای دنیا، درون مرز، برون مرز، با سواد، بی سواد، ثروتمند، فقیر، طرفدار پادشاهی، طرفدار جمهوری، چپ، راست، همه میتونن با هم همکاری کنن برای براندازی این رژیم. تا کنون همچی کارزاری نبوده. اگر بوده به ما نشون بدید که ما وقتمون رو تلف نکنیم. ولی چون من بعد از 23 سال به این نتیجه رسیدم که نبوده و این پروژه هایی که شروع کردیم بعضیش از 20 سال پیش کار میکرد و اکنونم که چند سال داریم این آزمایش امتحان میکنیم، این اون پتانسیال رو داره، این کار و این کارزار، با وجودی که SOS ایران یک ابزار هست، سازمان نیست، حزب نیست، از طریق این ابزار اون چهار سنگ زیربنایی اتحاد رو بتونیم فوری ازش استفاده کنیم. تماس آشنایی با دیگران مخالفان، همکاری در پروژه محور، دور چند پروژه که مایل هستیم، بعد از چند تا پروژه اعتماد سازی و اتحاد، و هر چه زودتر رسیدن به اون روز نهایی برای خیزش مردم ایران. در اینجا اجازه بدید که اول از یکی از قدیمی ترین مبارزان با شماره SOS 21 که امروز نتونستن در این برنامه شرکت کنن به خاطر اینکه سر کار هستن، از اتاق فرمان خواهش کنم که ویدیو کلیپی که رو ایشون فرستادن SOS 21 رو با هم نگاه کنید. با درود دیگرم به همیهنان عزیزم. سیامک رفیع‌زاده هستم با شماره SOS ایران 21 که حدود 20 سال پیش به این شبکه جهانی مبارزاتی بر علیه جمهوری اسلامی پیوستم. از اون موقع این شبکه خودش رو تکمیل کرده، ساختار مناسب و ایدئالی برای همکاری همه مخالفان جمهوری اسلامی از هر ایده و فکر و باوری که دارند با یک هدف و اون هم گذار از نظام ننگین جمهوری اسلامی تکمیل شده و سیستم پروژه محورش آماده همکاری با همه عزیزان می باشد. من از شما خواهش می کنم در هر جای دنیا که هستین برای گذار از نظام جمهوری اسلامی در این مرحله پایانی به این کارزار سیستماتیک و پروژه محور که برای انجام بسیاری از پروژه های دوران گذار و پسا گذار خودش رو آماده کرده بپیوندید. و فراموش نکنید که این یک جنگ تاریخیه، جنگ بین ایران ستیزان و کسانی که با فرهنگ و تمدن ایرانی دشمنی دارند و بهترین جوانان ایران که برای آزادی و آبادی و برای احیای حقوق بر حق مردم ایران دارن مبارزه میکنن. ما پیروزیم چون حق با ماست و برای آزادی کشورمون هم با هیچ کسی شوخی نداریم. بدرود. خب اون از SOS 21 همیهنان گرامی، اجازه بدید که در این بخش اول برنامه سه مبارز دیگر از عزیزان و همرزمان و خدمتتون معرفی کنم. اجازه بدید اول از آقای ابراهیم گنجی گرامی درخواست کنم که خودشونو معرفی کنن و شماره اساسشون رو بگن. بفهمه جناب گنجی گرامی. با درود به ایرانیان عزیز و هموندان گرامی، من ابراهیم گنجی هستم، SOS 231 از نسل سی، الان که همه با نسل‌های خودشون معرفی میکنن، من از نسل سی هستم. در سال 1355 به امریکا اومدم، دو سال قبل از شورش فتنه خمینی. در اون زمان من مبارزات خودمو با رفتن به نیویورک زمانی که مرگ بر شاه میگفتن شروع کردم و در مقابل اونها ایستادم، ولی متاسفانه کتک خوردیم و برگشتیم و بعدها در تظاهرات خیابانی تا اونجا که می توانستیم شرکت کردیم. و یک روز در سالهای 2004 برنامه تلویزیونی رو که نگاه می کردم، دیدم جوانی منظم و شیک با یک لپتاپ حرفایی می زنن که متفاوت با بقیه برنامه های تلویزیونی است و این برنامه که ایشون داشتن به دل من نشست و در 25
آگست 2004 به جنبش ایران فردا با هسته شماره 231 پیوستند. در اون زمان برنامه تلویزیونی آقای دکتر فروتن در یک فروشگاهی که فرش فروشی بود نصف روز و بقیه روز و ایشون برنامه تا 12 ساعت یک سر برنامه اجرا می کردن و با خرج خودشون. به این مجموعه پیوستم تا SOS ایران شروع شد و ما مشغول شدیم به گرفتن یارانی با هسته های مختلف و یادم میاد که تنها سازمانی بودیم که دفتری داشتیم که 24 ساعته تلفن‌های مردم رو که اطلاعاتی درباره ایران می‌خواستن بهشون میدادیم. این برنامه هنوزم ادامه داره. هنوزم اون تلفن هست. اون زمان که هسته ها بیشتر مشغول بودن و کسانی که الان در کنار ما نیستند، ما تقسیم بندی می‌کردیم و هر 6 نفر در 4 ساعت مختلف در شبانه روز والنتیر می شدن که خودشون جواب تلفونا رو بدن. و الان ماشین مبارزه شروع شده که SOS تبدیل به آن شده و این ماشین مبارزه فقط یک نرم افزاره، نه سازمانی است و نه سوالی از کسی میکنه. و ما میخواهیم از تمام ایرانیان عزیز در هر کجای دنیا هستند و هر شغلی که دارن و کمکی که میتونن بکنن به SOS ایران بپیوندن و هر چه زودتر شماره SOS خودشون رو بگیرن که ما بتوانیم با این قوم ظالم که مردم ایران رو در تنگنا گذاشته مبارزه بکنیم و از دست اونا خلاص بشیم. سپاس. با سپاس از جناب گنجی گرامی. عزیزانی که 20 سال پیش برنامه جنبش ایران فردا نگاه میکردن حتما با چهره ایشون آشنا هستن. ایشون مسئول SOS بودن، هر هفته میمدن گزارش ها رو میدادن و بار دیگر این کار رو قبول کردن به همکاری تعداد عزیزان جدیدی که تازه اومدن. خب اجازه بدید نفر بعدی خواهش کنم، از خانم شهرزاد گرامی SOS 3337. ببینید پس رفیزاده 21 بود، آقای گنجی 231، بانو شهرزاد 3337. بانو شهرزاد بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما آقای دکتر. درود بر همه همیهنانم و تمام کسایی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن. شهرزاد محمودی هستم، SOS 3337. تازه ملحق شدم به این برنامه و باعث افتخارمه که در کنار شما هستم. حالا همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، چیزی که باعث شدن به SOS بیام صرفا فقط این بود که هم در مسیر مبارزه و آزادی ایران بتونم کمکی بکنم و این که خب SOS سازمانی است، برنامه ایه که با هیچ حزبی و با هیچ جناحی کار نمی کنه و این فراحزبی بودنش بیشتر باعث جلب من شد. حسن در خدمت. بسیار بسیار سپاسگزارم. در دور دوم راجع به توانایی عزیزان میپرسیم که چگونه میتوانند، فکر میکنند، به اپوزیسیون برای آزادی ایران خدمت بکنه. نفر بعدی که احتمالاً با چهره ایشون در برنامه‌های مختلف و بخش‌های مختلف آشنا هستید و فعالیت‌های بسیاری در راه مبارزه با جمهوری اسلامی داشته و دارند، آقای بهروز فرشادفر هستند با شماره SOS 3312. جناب فرشافت درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. سپاسگزارم. جناب دکتر فروتن گرامی درود از ادب و احترام دارم خدمت یکی همیهنانم در هر کجا این کره خاکی که به سر میبرم. بگذارید من به این شکل بگم، سازمان داریم، ائتلاف وسیعی هم داریم، چرا باید به SOS بپیوندم؟ داریم برای رهایی ایران تلاش میکنیم، کار میکنیم هر یکیمون. پاسخ بسیاری از سازمان ها در همین چرایی که الان عرض کردم نهفته است. ما در بهترین حالت در سازمانی که داریم، در مجموعه نافرمانی های مدنی ایرانیان، تونستیم در 320 شهر شبکه های مبارزان رو تشکیل بدیم. در SOS ایران شبکه مبارزان که را بیفته وسعتش یک اتاق و یک شهر نیست، وسعتش جهان هست.
نه تنها در بیشتر از 1100 شهر کشور، که در سراسر جهان هر ایرانی میهن پرستی که دل در گروه ایران داره و رهایی ایران رو میخواد خواهد پیوست. شبکه پخشی داره که بسیاری نتونستن همزمان در یک دقیقه، در یک ساعت یک پیام رو برسونن. ما اگر تونستیم 100 تا گروه رو به هم بس کنیم، هزاران گروه در اینجا جا خواهند داشت. و اجازه بدید در نهایت اینو بگم، پروژه هایی دارد که برای سرنگونی و پس از سرنگونی مناسب است، پس با کمال میل میپیوندم. جمله آخر، هر کسی میخواد فقط خودش رو پروموت کنه و یا هر کسی میخواد دکونی برای خودش باز کنه، از هر سازمان و جناح و شخصی به درد این ماشین براندازی نخواهد خورد. سپاسگزارم. سپاس از شما همینان عزیز. آقای فرشادفر، چون تماسشون با درون مرز زیاد هست، درون مرز ماشین مبارزه میگن ماشین براندازی، که در حقیقت هست، ولی مالک هم کوتاه اومدیم ماشین مبارزه تا بعد براندازی بشه. همیهنان گرامی، 4 دقیقه وقت داریم در این دوره آخر، قبل از اینکه بریم بقیه برنامه رو ببینیم، از دوستان که هستن، از جناب گنجی، بانو شهرزاد و آقای فرشافر خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایند چه نوع توانایی دارن که میتونن و مایلن که در خدمت ماشین مبارزه بگذارن. جناب گنجی بفرمایید، خواهش میکنم. من توانایی هم در مدیریت هست. من به خاطر اینکه خودم بیزینس های مختلفی رو دارم، کارهای مدیریتی انجام میدم و در حال حاضر عضو هیئت امنا و خزانه دار سازمان نهاد مردمی هستم. و بزرگترین مشکلی که سازمان های دیگر داشتن شفافیت آنهاست و جنبش ایران فردا در گذشته و SOS ایران در حال حاضر، ما میخوایم شفافیت کامل برای کسانی که عضو این ماشین مبارزه خواهند شد اینو بدونن که هر وقت هر زمانی بتوانند دستیابی داشته باشند که شفافیت کامل پولها به کجا میاد و به کجا میره. اینها در اختیار تمام اعضای SOS ایران خواهد بود که در هر زمان میتوانند به اون دستیابی داشته باشند. بسیار سپاسگزارم جناب گنجی. بانو شهرزاده گرامی، شما بفهمید، خواهش میکنم راجع به تواناییتون که چگونه مایلید و میتونید کمک کنید به آزادی ایران. درود مجدد. من در حال حاضر برای سایت تظاهرات دارم سعی میکنم که درگاهی رو درست بکنم که از طریقمون بتونیم فراخوانهایی که خارج از کشور داده میشه و تجمعهایی که هست رو مدیریت بکنیم و به گوش همه هم میهنان خارج از وطن برسونیم که چه تجمعهایی هست و چه اتفاقی قرار بیفته در کدام شهر و چه ساعت. در زمینه سوشال مدیا تجربه ای دارم و میتونم در اختیار گروه بذارم و دستی هم به قلم دارم. درود بر شما و سپاس از شما. جناب فرشادفر، شما بفهمید، خواهش میکنم. گرامی، من در شبکه پخش یا فضای مجازی بسیار فعالم. برای اینکه به یک صدا برسیم خروجیمون رو، شدیداً مایلم اونجا باشم و برای این پیوستم. دوم، در بخش مبارزان با مبارزان عزیز درون مرز در ارتباطم و دوست دارم این شبکه وسیع و وسیع تر بشه، بنابراین در اون بخش هم فعال خواهم بود. و در نهایت ما پس از سرنگونی رو داریم برای اینکه کشور رو به صورت متعادل و امن نگه داریم با برنامه، بنابراین در پروژه 100 روز نخست هم در خدمت SOS ایران هستم که از سوی نهاد مردمی معرفی شده است. سپاس بیکرم. خب، بسیار بسیار سپاسگزارم از همیهنان گرامی. اجازه بدید که اینجا من تا دوستان هستن یکی دو مورد دیگرم توضیح بدم قبل از این بریم بخش بعدی رو که میوزیک ویدیو هست با هم نگاه بکنیم. پس نیاکن همیهنان عزیز، بسیاری از شما، شاید من به جرات بتونم بگم اکثریت شما عزیزانی که این برنامه رو الان به طور زنده میبینید یا بعداً در یوتیوب تلویزیون پارس میبینید و یا بعداً در شبکه‌های مجازی میبینید، شاید با چندی از این دوستان یا شاید همه این دوستان اصلا آشنایی نداشتید.
شما شاید نمیدونستید آقای ابراهیم گنجی کی است، و یا خانم شهرزاد محمودی کی است، و یا دکتر سیامک رفیع‌زاده کی است، و یا بهروز فرشادزاده کی است. توانایی ها رو دیدید، از حسابداری و مدیریت گرفته تا نافرمانی های مدنی و سوشال میدیا و تظاهرات.com و بسیار کارهایی که در انجام میدن. آیا کارزاری اگر می بود که الان هست، که شما بتونید با هم آشنا بشید، با این دوستان و دیگران و این دوستان با شما آشنا بشید، بگید یه پروژه‌ای که همتون شما و این دوستان دیگه با هم علاقه دارید، چند نفری، 5 نفری، 10 نفری، 20 نفری رو پروژه کار بکنید، پروژه‌ای که تاکتیکی است برای براندازی رژیم، پروژه‌ای هست که اتاق فکر و اون شورای راهبردی که زیر نظر رهبریت که 100% شاهزاده رضا پهلوی باید در اون باشن و تعیین کرده باشد، دارید کار خواهید کرد. حالا شما همونجوری که پرشاپر گفتن چشماتون رو ببندید و ببینید که این 4 نفر، 40 نفر، 400 نفر، 4000 نفر و در نهایت 100 ها هزار نفر چگونه میتونید با هم کار بکنید. همه پروژه یک جا باشه، دنیا که میگه پس کو این اپوزیسیون ایران، یهو نقشه رو نشون میده، نقشه جهان، تمام این اسپویس ها هر کدومشون یک نقطه قرمز هستن در نقشه جهان، که اونایی از ایرانی که مایلن همین الان میتونن برن به سایت sosiran.org یک نموداری ببینن از چه چیزهایی خواهد اومد. هنوز در اصلی باز نشده برای عزیزانی که بخوان برن شماره SOS رو بگیرن. این عزیزانی که الان میبینید، اینا کسانی هستن 3 سال حداقل زحمت کشیدن، بعضیشون 20 سال. پس اینا دارن اول میرن تو، دارن سینه‌شون رو سپر میکنن، دارن ببینن که اشکالای سیستم اگر چیزی هست چگونه میشه اینا رو بهبود داد، و دارن کمک میکنن. من فکر کنم تا حداکثر 2 هفته دیگه، شاید زودتر، در باز بشه و با یه کنتوری که در گذاشتیم، چون میدونم بسیاری خواهند اومد، هر روز تعداد عزیزان جدیدی بتونن بیان، بعد پروژه ها رو بذارید و غیره. تا الان همچین چیزی در اپوزیسیون نبوده، برای همین از همه شما دعوت میکنم که الان اگر مایلید میتونید تو سایت sosiran.org بروید و اونجا اون زیر یک ثبت نام برای خبرنامه ای هست، میگه اگر مایلید که روز افتتاح رو خبردار بشید، میگید اسمم اینه، ایمیلم اینه، و ما شما نیز روز اولین کسایی خواهید بود اگر ثبت نام بکنید در اون پایین، که میتونید برید و شماره اساسیتون رو بگیرید. خب در اینجا اجازه بدید که من بار دیگر سپاسگزاریمو بگم به این عزیزان. در روزها و هفته ها ماه های آینده این عزیزان بیشتر در تلویزیون خواهد بود در کنار عزیزان دیگر، و از هفته دیگه ما اسپویس های از درون کشور میان با صدا بدون تصویر، مسلمه که ویدیوشون نباشه، صحبت میکنن. تعداد بسیاری هم از هم اکنون از ایران دارن کار میکنن و اونها نیز در این برنامه ها خواهند بود. اجازه بدید که بریم دنباله بخش اول برنامه رو با هم نگاه بکنیم و برمیگردیم. بدرود تا چند لحظه دیگر. امروز زاد روز شماست، من مادرتان ایران، زادمتان از نان و گندم، رویدی از گندم رویده، از خون دلاوری دیگر رشد کردید بر این سفره، سفره‌ای که سالهاست بلا زده است، قد کشیدید به مرام ایستادگی و آزادی، گرچه جایتان خالی است ولی نامتان را یک جهان صدا زد. نترسیدی از آواز ویرانی، ایستادید برای من، ایستادید برای ایران. به دیوار افتخار این هفته خوش آمدید. من پریچهر طیبی هستم و همراه شما برای دیدن یک نماهنگ سیاسی و اعتراضی. نماهنگ این هفته با نام نمیترسم با صدای سینا شهبازی رو با هم ببینیم. به گوشم میرسه از دور صدای خشم هم خونا، صدای تو که پیچیده دوباره تو خیابونا، با این که کینه دیوا تو رو دزدیده از پیشم، اگه که ساکت دنیا صدای خشم تو میشم، اگه دیوارای زندون جدامون میکنن ازم، با خون روی زمین بنویس نمیترسی نمیترسم، اگه گله اگه با تو اگه بر خاک افتادی، قرار ما همین فردا کنار برج آزادی، بزن فریاد تا کابوس از اینجا تا بد گمشه تلسمتی
ترس از این شب کشتار که دست گرگ و خفاشه، ندیدم هیچ ظلمی رو بتونه تا ابد باشه. اگه دیوارای زندون جدامون میکنن از هم، با خون روی زمین بنویس نمیترسی نمیترسم. اگه گله اگه با تو اگه بر خاک افتادی، قرار ما همین فردا کنار برج آزادی. بزن فریاد تا کابوس از اینجا تا ابد گم شه، تلسم دیپ ها رو بشکن که ایران مال مردم شه. سپاس از بانو طیبی و انتخاب آهنگ‌هایی که برای این بخش از برنامه تهیه می‌کنن و همچنین متن‌هایی رو که می‌نویسن. همیهنان گرامی، قبل از اینکه تا چند دقیقه دیگه بریم و 3 دقیقه تنفس بگیریم با تبلیغات تلویزیون پارس، اینو خدمتتون بگم که در همین چند هفته‌ای که این برنامه SOS به این طریق شروع شده، باورتون نمیشه که چند تعداد عزیزانی که تبلیغاش رو یا برنامه‌اش رو تو اینستاگرام یا یوتیوب فیسبوک دیدن، پیام‌هایی که از ایران میفرستن، از ایران به خصوص ایمیل‌هایی که میذارن، چون یک ایمیل تماس به هر صورت هست و درخواست، بعضیشون حتی با نام واقعی و شماره تلفن این حرفا، البته ما اینجا ایمیل ها امنه، عزیزان لطفاً انجام ندهید این کارو، برای اینکه SOS ها که در باز شد اونجا تک تک شما میتوانید شماره مبارزتون رو بگیرید و هیچ گونه اطلاعات شخصی از هیچ کس گرفته نمیشه. اونهایی که مایل هستند مثل میهمانای بخش اول با نام و چهره حقیقی اگر خارج از کشور زندگی کنن، میتونن که در پرسشنامه‌شون یه دکمه هست بزنن، بگن من میخوام که با نام و چهره حقیقی مبارزه کنم و یک پروسه اونجا روندی داره که با این دوستان آشنایی میشه، دعوت میشه و میتونن که پروژه های خودشون رو معرفی بکنن، پروژه های دیگران کار بکنن. یعنی من این چارت و گرافی رو که نگاه میکنم که به زودی همه شما خواهید دید، از توانایی هایی که این مردم ایران دارن، نویسنده داریم، آرایشگر داریم، جوشکار داریم، راننده تاکسی داریم، دکتر داریم، دیپلمات داریم، نمیدونم برنامه ساز داریم، آهنگساز داریم، شاعر داریم، ببینید اینها اگه یه جا باشن چه می شود و چه خواهد شد و 100% می شود، همه یک جا. یعنی این فصل مشترک و مخرج مشترک تمام ما مبارزان بر اساس جوری که این سیستم طراحی شده، یک شماره SOS هست. روی این شماره SOS ننوشته پادشاهی، جمهوری، چپ، راست، 57، 36 یا هر اسم دیگری، نوشته این شخص مخالف جمهوری اسلامیه و با 4 مورد موافقه. جمهوری اسلامی باید بره و وقتی رفت جدای دین از حکومت. انتخابات آزاد برای کشور دموکراتیک بعد از اینکه آخوندها رو انداختیم تو سلد آشغال. اعتقاد به حقوق بشر و مسلماً تمامیت ارضی و استقلال ملی. این 4 تا رو باور دارید قلمتون روی چشم. حالا ممکنه دروغ بگید بعد معلوم بشه، بعد نرم افزار بندازه شما رو بیرون. ولی این 4 تا رو قبول دارید، کسی نمیتونه و نباید از شما بپرسه که اون ایدئولوژیتون چیه. تا الان هم چیزی نبوده. یعنی بوده، ما در بعضی سازمان‌ها انجام دادیم، ولی به این صورت که با مسئولیت فردی کسی بیاد نبوده. چرا؟ برای اینکه باور من این بوده و هست که ما این شیوه کلاسیک همبستگی رو که هنوز در سازمانی که من درش خدمت می‌کنم، نهاد مردمی، در جای دیگه مشاورش هستم، اندیشکده آبای آزادی و چند جای دیگه، داریم دنبال اون کار می‌ریم. اون هم جای خودش رو داره برای پشتیبانی از این حرکات، برای براندازی و تعیین حکومت و انتخاب اعضای حکومت موقت و گذار. اجازه بدید همکنون بریم و تبلیغ های تلویزیون پارس رو ببینیم. وقتی برگشتیم بخش تظاهرات پیش روی خواهیم دید و آشنا خواهید شد با 4 SOS و مبارز دیگر. با ما باشید. Thank you.
برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت ریل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی‌سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن ریل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن ریل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. خط تماس با تلفن‌های منزل و موبایل در تمامی شهرهای ایران می توانید از اپلیکیشن ریل تاک استفاده کنید. اکنون در تمام دنیا ریل تاک جایگزین کارت‌های تلفن سابق شده، تنها راه ارتباطی مطمئن با ایران می باشد. برای این منظور ابتدا اپلیکیشن ریل تاک را از اپستور خود پیدا کرده و نصب کنید. با انتخاب این گزینه در قسمت پلنز، گزینه پی از یوتاک پاپ اپ را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را خرید کنید. باید در نظر داشته باشید که تنها راه خرید شارژ در تلفن‌های iOS پرداخت از طریق اپل پی می باشد. مطمئن شوید که کارت اعتباری موجود در اپل پی شما معتبر است. اگر هم تلفن اندروید استفاده می کنید، قبل از خرید حساب پیپل خود را تشکیل دهید، چرا که پیپل تنها راه خرید شارژ می باشد. مانده اعتبار شما همواره در بالای صفحه مشخص خواهد بود. شما می توانید قبل از تماس نرخ مکالمات را در قسمت رید چکر ببینید. در ضمن زمان امکان مکالمه با توجه به موجودی اعتبار شما در اینجا دیده می شود. اکنون با استفاده از صفحه شماره گیری، پس از وارد کردن کد کشور و شهر مورد نظرتان، شماره تلفن دلخواهتان را بگیرید. ریل تاک، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ارتباط با عزیزانتان. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. درود، نسرین زیربندیان هستم. با امید به اینکه تا کنون آدینه خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، میریم با هم رویدادهای پیش رو رو میبینیم. کوپنهاگ، 24 ژوئن، ساعت 14. آلمان، هامبورگ، 24 ژوئن، ساعت 16:30. آلمان، هامبورگ، 24 ژوئن، ساعت 16:30. کانادا، تورنتو، 24 ژوئن، ساعت 17:30. باید یادآور شویم رویدادهایی که نام کشور، شهر، تاریخ و زمان آنها دو بار و یا بیشتر در یک آگهی اعلام شوند دارای نشانی برگزاری یکسان نیستند. از این رو از شما می‌خواهیم تا برای دریافت آگاهی بیشتر از نشانی برگزاری رویدادها به وبسایت تظاهرات.com بروید تا از به‌روزرسانی آنها آگاهی یابید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
با سپاس از بانو زیربندیان گرامی که خودشون یک مبارز هستند، چه مبارزی و اسوسشون هم دارند و در برنامه بعدی میهمان برنامه خواهند. در این بخش برنامه همیهنان عزیز با چهار مبارز دیگر، با چهار نفر با شماره های اسوسشون آشنا میشیم. اجازه بدید که بیشتر از این من وقت رو نگیرم. نفر اول اسوس 3319 جناب فرشاد احمدی. درود بر شما جناب احمدی، بفهمید، خواهش میکنم اگه ممکنه خودتون رو معرفی بکنید و اینکه چرا به SOS با مسئولیت فردی پیوستید و چون میدونم چند جای دیگه، چند سازمان گروه دیگه کار میکنید، بفهمید. با درود فراوان خدمت شما جناب فروتن و تمام هممیهنانم در هر کجای این کره خاکی که هست. فرشاد احمدی هستم با شماره SOS 3319، موزیسین فعال عقیدتی و سیاسی. فعالیت جدی خودم رو از سال 2016 شروع کردم و با SOS ایران از طریق دوستانم در اپوزیسیون و همکارانم آشنا شدم و در اصل اینکه چی شد به SOS پیوستم در حقیقت این بود که سایه ترین حالتش کاری برای آزادی ایران انجام بدم و در اینجا چیز متفاوتی که من دیدم این بود که از تمام افراد استفاده میشه، از تمام توانایی‌های افراد استفاده میشه و پروژه محور هست، مهمتر از همه چیز. سپاس. با سپاس از مبارز 3319. همیهنان عزیز توجه داشته باشید این شماره که زیاد بشه، یعنی ما امیدواریم که حالا با گروه SOS و عزیزان هنوز مشورت نکردیم، ولی فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی هفته پیش دادن که از الان تا سال روز مرگ مهسا رو به هم وصل بکنیم بذارین 3 ماه، ما مایلیم و امیدواریم به زودی یک هدف و یک گول برای خودمون بذاریم که مایلیم این تعداد مبارزان به چه تعداد برسه، ولی فقط چشماتون رو ببندید، تجسم کنید که چه خواهد شد وقتی همه این عزیزان با هم سر پروژه‌ای حالا کوچک، متوسط و یا دراز مدت بتونن با هم کار بکنن و قدرت رو ببینید و جنگ روانی بر علیه جمهوری اسلامی. خب اجازه بدید که از نفر بعدی، از جناب مهدی درباهانی دعوت بکنم. ایشون اجازه بدید خودشون رو معرفی بکنن، چرا اینجا هستن، کجا دیگه دارن برای آزادی کار میکنن، آیا در سازمان حزب دیگه بودن هستن. جناب دربهانی خوش آمدید SOS 3331، درود بر شما. بفهمید، خواهش میکنم جناب. با درود به همیهنان عزیزم، من مهدی دربهانی هستم. از 2 سال پیش از طریق نهاد مردمی آشنا شدم با دکتر ایمان فروتن و فعالیت هایشون در طی این سال های اخیر. من شخصا خودم هم فعال سیاسی هستم از سال ها پیش و الان در خدمت SOS ایران هستم. همچنین در کنار این فعالیت ها در پروژه 100 روز پس از سرنگونی جمهوری اسلامی فعال هستم. متشکرم. جناب درمانی گرم ارزه دیدیم من این سوال بکنم، اگر مایلید پاسخ بدید. شما در یک سازمان سیاسی یا حزب هم میدونم که بودید، چون در اون نشستای سازمانی هم 2 سال در کنار 10-12 تا سازمان دیگه میدونم فعالیت داشتید. مایل بفهمید که اونجا سازمانی کار میکنید، تو صد روز هم دارید کار میکنید، ولی SOS هم اومدید برای اینکه مشخصات دیگه داره، به خصوص صحبتهای قبلا کردیم. مایل راجع به سازمانتون هم بفهمید؟ بله، من در گروه ایران چنج که تشکیل شده از یک سری از تحصیل کرده های خارج از کشور که هر کدوم به تبع سالها مبارزه کردن فعال هستم، و اما در کنار این فعالیت هم در SOS ایران و در کنار دیگر دوستان به صورت انفرادی مشغول فعالیت و همکاری هستم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دربهانی گرامی. نفر بعدی، خب چهرهشون رو احتمالاً در این چندین برنامه SOS با چهرهشون آشنا هستید، به نامشون بانو پریچهر طیبی هستن.
SOS 3310. حالا من بگو تمام این رو باید حفظ کنم. یه زمانی همه رو حفظ بودم 3000 تا رو، ولی کم کم فکر کنم سن اون بالا رفته، طول میکشه. بانو طیبی درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. درودی دارم به شما و تک تک شنونده های نازنینتون. پرسشی که خب از همه کردین از من نکردین و منتظر بودم بپرسین. اگه از من میپرسیدین که چرا اینجا هستم، به شما میگفتم که چرا نباید باشم. من شما را ارجاع میدم به تاریخ و قوم پارت و مبارزات پارتیزانی در طول تاریخ. خب تکنولوژی اومده، اینترنت اومده و نسلی دیگه و تفکر دیگه. خب این حرکت پارتیزانی برای من تداعیگر همین ماشین مبارزه است که با در امان ماندن جان تک تک نازنینان به ویژه در داخل ایران میتونن بزرگترین ضربه رو به این وحشت بزرگ و بلای 44 ساله بزنن. و من خواهش میکنم از هر کسی که قلبش میتپه برای ایران و کوچولو ترسی داره بیاد به اینجا که مطمئن باشه جانش در امانه، به این جهت که این یک برنامه است، ماشین مبارزه، و به درستی شما مبارزه خواهیم کرد. من تمام هستم در خدمت. بسیار سپاسگزارم. بله نپرسیدم، ولی خب شما جواب دادید، چقدر هم جالب جواب دادید، با سپاس از شما. اجازه بدید که نفر بعدی برم و از جناب سپهر خواهش کنم. سپهر بشیریان 3342، درسته سپهر جان؟ درود بر شما. بله بله، درود بر شما. سپهر بشیریان هستم با کد SOS 3342. من داشتم به فکر میکردم که همه هموطنان، چه داخل ایران چه کسایی که ناچار به هجرت شدن، خیلی موقعیت خوبی ندارن. خیلی هم اگر موقعیتشون خوب باشه، من حس میکنم جایگاهشون جایگاه درستی نیست. همونطور که اون ظالمانی که کشورمون رو اشغال کردن، جایگاه اونا هم اتفاقا جایگاه درستی نیست. ماشین مبارزه به نظر من فرصتیه که هر کدوم جایگاه خودمون رو به دست بیاریم. حق ما تبعید نیست، حق کسایی که کشورمون رو اشغال کردن تبعیده. بتونیم یه گوشه کار رو بگیریم و بتونیم جایگاهمون رو به دست بیاریم. مرسی سپر عزیز. اجازه بدید که این سری سوال بردمون با شما شروع بکنیم، برگردیم. همیهنان عزیز، احتمالاً بسیاری شما الان که سوال بعدی رو از سپر میکنم، اگه چشاتون رو ببندیم شاید این صدایشون رو آشنا باشه. جناب بشیریان، شما چه توانایی دارید که فکر میکنید میتوانید به آزادی ایران کمک بکنید؟ توانایی که شاید بعضی از ما دیدیم و بعضی ها احتمالا ندیدیم، بفهمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من حدود 31 سالی که از حیاتم میگذره، تو چند تا شاخه مختلف سعی کردم تجربه کسب کنم، تو زمینه گویندگی، کمی دیجیتال مارکتینگ، کمی طراحی گرافیکی و اخیراً کمی طراحی سایت، و سعی میکنم در حد سواد و توانم و در حد تجربه‌ای که دارم یه گوشه کارو بگیرم، این چرخدنده رو با کمک هموطنهای دیگه عزیزمون بچرخونیم و پیش ببریم. مرسی سپهر گرامی. همیهنان عزیز، توجه داشته باشید که برای مثال یک تبلیغی هست ما باید درست بکنیم برای معرفی ماشین مبارزه، چون ماشین مبارزه هنوز که به اون صورت معرفی نشده. ماشین مبارزه رو الان ما داریم امتحاناش انجام میدیم، این دوستان دارن میان تست میکنن. دیروز متنی رو از ایران اومد، از ایران متن نوشته اومد به اندازه یک تبلیغ 30 ثانیه، 60 ثانیه یا 90 ثانیه ای، و تولیدات این متن رو فرست به آقای بشیریان که آقای بشیریان، چون شما صدای تبلیغای اصلی رو میگی، لطفا این رو اگه میشه در اولین فرصت انجام بدید. بشیریان گفت من مثلا چند ساعت دیگه اینا باید برم از شهر بیرون، کار دارم و غیر این حرفا، ولی بفرستید تا دیر وقتم شده انجام میدن. ایشون موندن، کارو انجام دادن، فرستادن و بعد رفتن. یعنی عزیزانی که شما میبینید، حالا بعدا در برنامه اندو راجع به این برنامه تلویزیونی هم صحبت میکنیم، 50 دقیقه برنامه تلویزیونی تقریبا در هفته دروغ نگم 30 تا 40 ساعت کار داره که 10 نفر روش کار میکنن. برای همین یه برنامه که ما 50 دقیقه بتونیم روش کار بکنیم و
و این همکاری رو شما بزرگش بکنید، هزار برابر کنید، ببینید چگونه ما هرچی سریعتر میتونیم به آزادی برسیم. خب ازدی من از فرشاد احمدی برسم. فرشاد احمدی گرامی، SOS 3319، شما چه توانایی دارید؟ شما چگونه فکر میکنید بتونید به آزادی ایران کمک کنید؟ بفهمید کاش میکنم. بنده میتونم در زمینه موسیقی، نوشتن شعر و ترانه و فعالیت های تظاهرات برون مرز فعالیت داشته باشم و در کنارش در بخش مجلسی شبکه باشم. همیهنان عزیز، جناب احمدی احتمالاً موزیکشون رو در مسابقه ایران فریدم آیدول پارسال دیدید، یکی از بهترین موسیقی های سیاسی بود که ارسال شده بود به مسابقه. احتمالاً عکس‌ها و ویدیوهایشون رو در تظاهرات آلمان دیدید که تقریبا همه رو میرن، حتی اون اوائل که سر مسئله پرچم هم سوالی بود و غیره، باشی رو خوشت غیره، ویدیویی که گرفته بودن و پخش کردیم این حرف با برس احتمالا دیدید. و من بسیار سپاسگزارم از فرشاد گرامی که در این بخشم که با مسئلات فردی آمادگی دارن برای پروژه ها. اینجا اجازه بدید که من یه مثال بزنم. پروژه ها که اومد و در سایت SOS، یه سازمانی که الان ما نمیشناسیم یا یک فرد منفردی که ما نمیشناسیم یا دیده یک پروژه رو میده، این پروژه میره تو اونجایی که باید بره، اون قضاتی که باید نمره بدن این پروژه رو نمره میدن که به درد آزادی ایران میخوره یا فرداش دوران گذار یا نه، پروژه میاد جلو و پروژه مثلا این است میخوایم یک کلیپ درست کنیم که توش یه نفر گوینده میخوایم، نویسنده میخوایم و یک موزیک متنم میخوایم. این پروژه که فرستاده بشه، اونهایی که تو SOS دارن میتونن بگن آقا دستشون رو بالا کنن، میگن من هستم. یکی از ایران یا آمریکا میگه آقا من متنشو مینویسم. ممکنه که اگه وقت داشته باشه و دلش بخواد، اگه با متن موافق باشه، با ایده اون ویدیو درست باشه، فرشاد بگه من موزیک متنشو مینویسم، حتی میخونم. یکی دیگه من میگه من شعرشو مینویسم و دوستان دیگر میان و بخشای مختلفو میگیرن. سپر میگه من صدای ویدیو رو میگم. پس ببینید، نه برای خودشون، برای شما، برای شما که این برمردگانی کنید، برای شما که هر جای ایران و خارج هستید یک فکری، یه ایده‌ای دارید، نمیدونید به کجا بگید، اگر اون ایده بشه چه شود. همه ما در اختیار شما هستیم، در اختیار آزادی ایران هستیم که پروژه به پروژه، قدم به قدم بیایم و برای آزادی ایران تلاشمون بکنیم که من فکر می‌کنم 100% موفق خواهیم شد. اجازه بدید اینجا از جناب دربهانی خواهش کنم. جناب دربهانی، شما در رابطه با تواناییتون و چگونه فکر میکنید در این پروژه بتونید کمک کنید برای آزادی ایران، بفهمید خواهش میکنم. با تشکر، من تحصیلاتم رو در سوئد انجام دادم و جامعه شناس هستم و در زمینه جامعه شناسی فعالیت میکنم. مدیریت بحران‌های اجتماعی و بسیاری از مشکلاتی که الان در جامعه وجود داره، اکنون در کنار دیگر دوستان در پروژه 100 روزه مشغول هستیم در بخش رفاه اجتماعی، به مشکلات عدیده‌ای که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی با آن روبرو هستیم بپردازیم و در این زمینه خیلی پیشرفت کردیم که امیدوارم به زودی نتایج اون رو ببینید و دست یاری به سوی شما دراز میکنید در همینجا، که هر کس که میتونه کمک بکنه در زمینه های مشکلات اجتماعی، که خب من نام نمیبرم ولی خودتون بهتر میدونید در ایران ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم، دست یاری به سوی ما دراز کنید. با کمال خوشبختی دست شما رو میفشاریم، به همکاری دعوت میکنیم و در این ماشین مبارزه در کنار هم دیگه فعالیت میکنیم تا به در واقع هدف نهاییمون که سرنگونی جمهوری اسلامی هست برسیم. متشکرم. سپاسگزارم جناب دربهانی گرامی، SOS 3331. اجازه بدید از بانو پریچر این بار پنج خانم ازتون سوال میکنم، اون دفعه بخشیدن کردم. خانم پریچر گرامی، توانایی و یا توانایی شما چه هست؟ چگونه تا الان مبارزه کردید و چگونه فکر میکنید در این ماشین مبارزه با پروژه‌های دیگر، با هموندان دیگر بتونید همکاری بفرمایید؟ خواهش میکنم، ببخشید من جسارت کردم ولی خب دوست داشتم بپرسیم. این بار که پرسیدین، خب من همونطور که حالا یه بخشی میدونن
هنرمند نقاش هستم، توی دانشگاه تکستایل دیزاین طراحی پارچه و لباس خوندم و حالا جدید گاهی هم می نویسم. ولی چیزی که میخوام بگم در مشارکت بین پروژه ها، خب من صاحب نظر نیستم ولی اجازه میخوام پاسخ این پرسشتون رو ندم و یک درخواست از جامعه هنری به ویژه نقاشای نازنین بکنم. شما دوستان با تصویرتون، با نقاشی که میکشین همیشه پشت مردم بودین، ولی نازنینان امروز زمانیه که باید شما تمام قد بایستید، به این ماشین مبارزه بپیوندید و برای مملکتمون، فرهنگمون، تاریخمون، تمام چیزایی که تو این 44 سال نابود شده بایستیم تا دوباره بتونیم بسازیمش. سپاس از شما. دست شما در نکنم، من دیگه سوال نمی کنم. وقتی نمی کنم میگین چرا کردی، وقتی می کنم میگم علی زاده من شوخی می کنم. درود بر شما. همیهنان عزیز، در این برنامه 45 دقیقه ای آهنگساز، صدای گویندگی، نقاش، جامعه شناس، روی قبلی نافرمانی مدنی، الان بخش اول سوشال میدیا، تظاهرات.com، بخش مالی، بخش آرامش ملی و غیره، ببینید چقدر ما توانایی داریم. تازه 8 نفرن. اینو بکنین 80 نفر، 800 نفر، 8000 نفر، 80000 نفر، 800000 نفر، 8 میلیون نفر میتونن در این کارزار کار بکنن. جوری طراحی شده تنها موزلش موزل مادی و بودجه است که این سرورها اینا درست بشه بدون اینکه کسی اطلاعات شخصیشو لازم باشه بده اگر نخواد. پس بنابراین در این چند دقیقه که فرصت داریم و تا پایان برنامه، اجازه بدید که من یک خلاصه بگم که ما این ماشین مبارزه چگونه داره پیش میره. در حال حاضر تعدادی عزیزان، مانند عزیزانی که امروز باشون آشنا شدید و هفته گذشته و حالا تک تک اینها خواهند اومد و در بخشای یک دقیقه دو دقیقه خودشون صحبتهای بیشتری خواهند کرد در سوشال میدیا، برای اینکه ما همه باید بدونیم این ماشین مبارزه یه نفر و دو نفر و سه نفر که نیست، هیچی، سازمان و گروه هم نیست. یک سری اومدن میگن چه نرم افزار خوبی، امروز زوم رو استفاده میکنید، دیروز سکایپ رو استفاده میکردید، 10 سال پیش تلفن بود، 60 سال پیش هم فکس بود. الان تنها کارزاری که من بعد از 23 سال سابقه سیاسی میشناسم، تنها کارزاری که اجازه میده تمام مخالفان جمهوری اسلامی از هر جای دنیا فقط با قبول اون 4 هست با هم همکاری کنن، اگه دلشون خواست، هر موقع هم نخواستن برن، هر موقع خواستن توی پروژه کار بکنن، میتونن در این کارزار شرکت بکنن. مثل جای دیگه هم نیستش که بخوایم پوز چیزی رو بدیم بگیم آقا یا سازمان درست کردیم، عکس 1000 نفر بذاریم بگیم 1000 نفر سازمان هستن، خیر، بیا تمام این سازمان ها. کارزار ماشین مبارزه بر اساس شایسته سالاری درست شده. شایسته سالاری در این کارزار اینه که کی بیشتر و بهتر برای آزادی ایران رو کمک میکنه و یا برای سرروز بعدش یا پساگذار، فرق نمیکنه. پس بنابراین تنها سیستمی هست که امتیاز میده بر اساس یک سیستم شفاف که همتون خواهید دید کی چه کار بکنه چند امتیاز میگیره، که وقتی که شما پروژهتون رو آوردید و چند تا توانایی خواستید میتونید ببینید خب اینایی که اومدن داوطلب شدن احتمالاً چه نمرایی آوردن، چقدر کار کردن، خوش اخلاقن، بد اخلاقن، با سوادن، بی سوادن، اومدن فقط وقت تلف کنن کار بکنن. اینها رو که ما همه، ببخشید من اینا رو دارم دیگه خیلی رک و راست میگم، ولی در اپوزیسیون بسیاری داریم که خب دوست دارن کاری بکنن ولی بیشتر موزل کار بقیه میشن، ولی ممکنه یه پروژه دیگه عالی کار کنن. این سیستم اجازه میده که ما همه با هم کار بکنیم. الان مطمئنن جمهوری اسلامی اونجا نشسته اتاق فکر را، یا الان راه انداخته یا هفته دیگه میگه اینا رو ما چیکار کنیم. تا امروز بعد فقط منو میزدن، حالا بعد تمام این اسوسا رو حمله بکنن، بعد بیشتر حمله که میگن که حمله فیزیکی، حالا بخوام بگن این دزد این دروغگوی فلان دیگه، هممون که نیستیم، که این عزیزانی که شما دیدید، یعنی هیچ کدومون نیستیم، ولی به اصل عزیزانی که دیدید هر کدوم برای خودشون شخصیتی دارن و غیره. بنابراین از شما عزیزانی که برنامه رو هر موقع میبینید، اگر مایل هستید که مبارزی باشید، و یکی از دوستانم گفتن اینجا جای هر کسی هم نیست، اگه کسی هستید میخواد بگید من بهترینم، من با کسی کار نمیکنم، من فقط فردی ام و عضو هیچ حزب و سازمانی تعلق نبودم، با هیچ کس نمیخوام کار بکنم، یا حزب من بهترین و سازمان من بهترین، حالا ما دو تا سازمان با هم بهترین شدیم، نمیگیم که نیاید، ولی نمیخواد بیاد نیاید، اون کارو انجام بدید. این راه ما به طور موازی داریم انجام میدیم به موازی همبستگی سازمان ها، یا یه جایی به هم میرسن یا یکیشون زودتر
میرسه به اونجایی که به اون احتیاج رهبری، وحدت رهبری و وحدت مدیریت برای براندازی جمهوری اسلامی، و اون دقیقا چیزیست که ما بهش احتیاج داریم. وقت امروز ما به پایان رسیده. اجازه بدید من اینجا سپاسگزاری بکنم از اتاق فرمان و تمام دستاندرکاران برنامه تلویزیون که به زودی یک برنامه مخصوص خواهیم داشت که با این عزیزان ما شما آشنا بشید. ولی یادتون نره الان میتونید برید sosiran.org اون ثبت نام خبرنامه رو انجام بدید که جز اولیا باشید که اگر دوست داشتید بیاید و شماره SOS بگیرید. یادتون نره ما پیروزیم چون حق با ماست و با هیچ کس هم شوخی نداریم. پاینده ایران، بدرود تا درود دیگر.